میتونیم اجسام بزرگی رو در فضا بسازیم. البته نه به اون بزرگی، ولی بیش از 5000 ماهواره رو تا حالا به مدار زمین فرستادیم. بعضیاشون هنوز کار میکنن و بعضیاشون هم نه. حالا چی میشه اگه بتونیم یه ماه بزرگتر و پرنورتر بسازیم و اونو در مدار نزدیک زمین قرار بدیم؟ جسمی که بتونه اونقدر نور خورشید رو منعکس کنه که دیگه مجبور نباشیم هیچ چراغی رو روشن کنیم. داریم راجع به یه ماه مصنوعی صحبت میکنیم. از نظر بزرگی تا چه حد میتونیم اونو بزرگ بسازیم؟ و چرا اجرای چنین پروژه‌ای میتونه ایده خیلی بدی باشه؟ اینجا میخواییم بهتون بگیم اگه یه ماه مصنوعی بسازیم چه اتفاقی میافته؟ بزرگترین ماهواره‌ای که در مدار نزدیک زمین فرستادیم ایستگاه فضایی بین المللیه که به بزرگی زمین فوتباله و قطعاتش رو در پرتابای متوالی از زمین و در فضا روی هم سوار کردیم. حالا این ایستگاه داره دور زمین میچرخه، حدوداً 400 کیلومتر بالای سر ما. حالا چطور میتونیم یه ماه مصنوعی رو که 10 برابر بزرگتر از این ایستگاه هست و پرتاب کنیم و اونو بالای سطح زمین قرار بدیم؟ بیشتر ماهواره هایی که در مدار نزدیک زمین قرار دارن بالاتر از ایستگاه فضایی بین المللی حرکت میکنن. بعضی از اونا هم در کمربند کلارک پارک کردن، حدود 35000 کیلومتر بر فراز خط استوای زمین. ماه واقعی در فاصله 380000 کیلومتری داره دور زمین میچرخه، ولی ما مجبور نیستیم ماه مصنوعیمون رو در اون فاصله قرار بدیم. این ماهو در فاصله بین زمین و ایستگاه فضایی بین المللی قرار میدیم. باید کاری کنیم تا این ماه با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت دور زمین بچرخه، وگرنه بر میگرده میاد سمت زمین. سطح این ماهو باید با ماده‌ای بپوشونیم که به شدت نور رو منعکس میکنه تا بتونه نور خورشید رو به سمت ما بتابونه. بعد میتونیم لامپامونو خاموش کنیم و در سرتاسر سال از شبهای بسیار پر نور لذت ببریم. اگه از اون افرادی هستین که با وجود نور خوابتون نمیبره، باید از پرده‌های ضخیم برای تاریک کردن اتاق خوابتون استفاده کنین. خیلی بد میشه، چون حیوانات همچین حق انتخابی رو ندارن. این ماه جدید میتونه برای حیوانات شبگرد یه مصیبت بزرگ باشه و همچنین موجوداتی که در تاریکی شب جفتگیری میکنن، شکار میکنن و حتی کوچ میکنن. نور زیاد در هنگام شب برای بدن شما آزاردهنده است، باعث چاقی میشه و احتمال بیماری‌های قلبی، دیابت و افسردگی رو بالا میبره. این ماه مصنوعی باعث میشه تا نتونیم آسمان طبیعی شب رو ببینیم. تلسکوپایی که روی زمین قرار دارن دیگه نمیتونن تصاویری از فضاهای دوردست بگیرن. این امر باعث میشه تا آرزوهامون برای سفر به ستاره‌های دوردست رو از دست بدیم و ما رو تا ابد روی زمین زندونی میکنه. پس بازم فکر کنین، آیا ما واقعاً به این ماه جدید نیاز داریم؟ یکم صبر کنین. برخی از منابع گزارش دادن که مهندسین هوافضای چین دارن روی این پروژه کار میکنن. ماه اونا نه 10 بار بلکه 80 بار از ایستگاه فضایی بین المللی هم بزرگتره. نورش 8 برابر از ماه واقعی بیشتره و میتونه هر ساله 173 میلیون دلار در مصرف برقشون صرفه‌جویی کنه. ولی تا حالا برنامه‌های مشخص و استراتژی‌های خاصی رو در این زمینه ندیدیم. پس اگه به این زودی ها این ماه مصنوعی تو آسمون پدیدار نشد، خیلی هم غافلگیر نشین. ما همچنان عاشق ماه خوشگل و طبیعی خودمون هستیم که میتونیم روش مستقر بشیم و به عنوان فرودگاهی برای سفرهای کیهانیمون در آینده ازش استفاده کنیم. اما خب، این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه. با مغز باز همراه باشید.